السلام علیکم، خوش آمدین به تماشای از کی بپرسم. طبق معمول من و فاطمه رضا در خدمتتون با شش اشتراک کننده. امیدوار هستم که صحتمند و سرحال باشین و روزهای رمضانتان را به خوبی و خوشی سپری بکنین و بتونین که روزهای خوبی را داشته باشین و این روزها بتونه که تأثیری در روزهای آینده تان داشته باشه، چون میگن عبادت در این روز 100 برابر یا 1000 برابر بیشتر از روزهای دیگر نقش داره و مهمتر میتونه باشه. خب میریم امروی اشتراک کننده خود معرفی میشیم که شش اشتراک کننده ما نامشان چی است و وظیفه‌شان چی است. ربی محسن، آریان محسن، حارس محسن، روح الله محسن، وسیم محسن، مسیح محسن. باید همه از که بپرسم خوش آمدین. بازم طاعت عبادتتان قبول و معرفی شدیم با اشتراک کننده. 3 نفری که در سمت دست راست ما قرار دارن، اینا هم تیمی های ما هستن و این طرف هم تیمی های فاطمه رسا. چرا تو به شیما گفتی؟ اینا هم تیمی های فاطمه رسا هستن. اینی گکا هم تیمی های نبی روشه اینی گکا. نور چشم ما هستن همه. شما که میایین از هر دو طرف افتخار میبخشین، برنامه جالب داشته باشیم. به با اون خاطر یک رقابت که خواهد داشتیم، ما تا یک مرحله نبره تا آخر یک مرحله پس هم کلگی مدغم میشه. خب بیاین، شما 3 چراغ سبز دارین، حفظش کنین. در این مرحله خواهی حفظ است، اما کوشش کنین که امتیازهای خود بالا ببرین. سوال پرسیدن ما و فاطمه شروع میکنیم. بله، اما پیش از او باید یادآور شویم کسایی که همین لحظه بیننده هستند، میتونید که شما هم بیاین و در برنامه است که بپرسم اشتراک داشته باشین. از طریق شماره تماسی که همین لحظه روی اسکرین های تلویزیونتان هست، که شماره واتساپ هست، میتونید خیلی آسان به واتساپ سر بزنین و پیام بگذارین و در فرصت مناسب حتما ما شما را میخواییم در برنامه. خب بپرسم اجازه؟ بفرمایید. به اساس قرآن نیست، چون یک دو سوال از هر نفر، چی ما بپرسم چی فاطمه، دو سوال از هر کس پرسیده میشه. روحلا، یک رنگ را نام ببرین که زیادتر در کرمچا دیدین. سفید. بس یک کرمی سفید در دنیا هست. سیام هست. او رنگ فولادی هم هست. دایم تا سیادگان ببینید. شوخی چک چک کنین برشان یک کم رویه بگیرن. خب کمجورت هستی رو کمجورت نیستن. خب زیاد شوخ نیستن شما. آره خواست هری. آه اگر نی خوب شد خواست هری. آه حارس، سریالی رو نام ببرید که در ماه رمضان بیشتر نشر میشه، در سال مجبور هستی که ببینید. عثمان. 1 2 3 4 5 دیگه و یوسف. آه اینمی یوسف. آه 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 دایم شما گرفتی؟ ما می آمد، باز می آمد. بچم دیگه چی بود؟ کائن معبد می آمد. عثمان نو است، اما حضرت یوسف هر سال در هر رسانه بیشتر شارید. هم دیگه هم بیخی دیگه زیاد شد، لطفا دهشو نگریم. این خوراک خوردم از زیاد شدم مکمل. میگه اینا لینت میشه، کل نوای سریال ها. من یک شب دیگه هم در برنامه گفتم که همون قسمتش که زلیخا حضرت یوسف هم میبینه که در گیربارک تیر میشه، باز عشقش که میره، باز میگه عشقای گرم مزاحم. واسی؟ جالبتر شده میره، زیادتر دلنه میتنه. دقیقا، ما و شما میقه خوش داریم. واسیم، روزه رکن چندم اسلام است؟ سیوم. آفرین. خب آریان، گلی رو نام ببرید که نام دخترانه نیز باشد. گل نرگس. آفرین دیگه، دخترای همسایه رو یک یک نام شو بگن. گل خوشبو. گل خوشبو هم داریم. گل مرسل. ام نرگس و مرسل صحیح است. گل نرگس، مرسل، لاله. خوشبو یکان تا بودک. ما کم کم یادم نه. آفرین آفرین آفرین. نام دخترها رو از دو تا رو یاد داشتی. موبایل هم میکشتی میتی چند تا ثبت است. مسیح.
چند شاعر را نام ببرین که تخلصش بلخی باشه. بلخی باشم؟ شاعر، نویسنده، دواساز. دواساز خو زیاد است خو. برو یک شما میگیرم مثل مولانا جلال الدین محمد بلخی. هم بوده من هم کم بود بگویم خود خو. خو، یک، دو، سه، چهار. از کجا هستین شما؟ از کابل. خب، پنج، خیلی معلومات ندارین دیگه. بیش، ناصر خسرو بلخی رو نمیشناسین، دقیقه بلخی رو نمیشناسین، ابو علی سینای بلخی رو نمیشناسین، امین خسرو و بلخی، شعر زیاد هستن. چی کنم فاطمه؟ نیدگرم، رابی بلخی نمیشناسین، مقصد ما لیاز نمیکنیم. در امتیاز میتونی کنم، برین خیرم، کف دهیم برشان، مرحله اول است. خب، من مقصد مراد نمیکنم. من میفهمم. ربی افغانستان در 28 اسد سال گذشته چندمین سال روز استرداد استقلال را جشن گرفت. 101 1 100 آفرین. وای بخیر، من یک رقم شدم. مرحله بعدی دیگه شما 5 ثانیه تان است که خدا دیگه جواب دادین ندادین دمتیاستان کم میشه و چراغتان هم سرخ میشه و شما هم زیاد دور نرین، ریموت تلویزیون تان هم دست نزنین، وقفه بسیار کوتاه زود برمیگردین. ربی 70 امتیاز با 3 چراغ سبز، آریان 70 امتیاز با 3 چراغ سبز، حارس 70 امتیاز با 3 چراغ سبز، روح الله 70 امتیاز با 3 چراغ سبز، وسیم 70 امتیاز با 3 چراغ سبز، مسیح 70 امتیاز با 3 چراغ سبز. برگشت ما، بازم شما را خوش آمدید میگیم. کسایی که لحظه بیننده هستن و با ما پیوستن، قربان دیدگانتان که همیشه وقت برنامه است که فرصم را دنبال میکنین. فرصت ای رسیده که تشکری بکنیم از حامیان برنامه، هر یک کریم دندان مردنت. اگر میخواین که لبخند زیبا داشته باشین از کریم دندان های کامل مردنت، حتما و حتما استفاده بکنین. و ما هم تشکری میکنم از آمی برنامه استنگ انرژی درینک، جرقه زندگی، همچنان نوشابه میرندا، تولید افغانستان. بله. خب دوستان، در این بخش چون که شما همگیتان امتیازات بالا دارین و 70 امتیاز را تانستن که از آن خودتان بسازین، یک سوال پرسیده میشه و همگیتان میتونین که از زنگ دیشتون استفاده بکنین. تانستان دیم. تانستان دان دیم. خب بسیار خودم قصدن کمک میکنیم. مرحله اول از ما ایواز از اینکه 50 امتیاز بتیم میتونستیم 70 امتیاز بتیم، اما خواستیم که یک سرگرمی هم باشه، سوالای ساده هم پرسیده شود، به او خاطر بعض وقتا کمک میکنیم مرحله اول. قبل از وقفه فاطمه یک اشاره برتان رساند که بعد از این دیگه نه ما نقل خواهد دادیم، نه شما، نه از تالار کسی نقل بده، به خاطر که رقابت جدی است، حذف شدن شروع میشه. بله. به او خاطر حتی با فایل تان نقل نتین، در حالی که در یک گروپ هستین، در اخیر حریف هستین. بله. و لطفاً از کسایی که در تالار هستن و تشویق میکنن نقل نتن، پس پسک همی یک دو سه می کلش میتونه که نقل باشه، پس نقل نتین. آسان سوالات میتونن، اما کسایی که حتما اشراق میکنن آمادگی ها مطمئن هم میداشته باشن. یک سوال میخونم، هر کسی که جواب را میدانه از زنگ استفاده بکنه. خب میتونید سایتان روی زنگ بایید، همی خورترک ها زنگ است. خب سوال خیلی آسان است، دقت داشته باشین، اگر میدانستین جواب بدین. خب معنی لغوی اسلام چیست؟ اسلام به معنای تسلیم شدن است. آفرین. زمام امور برنامه رسماً به دست شما. وسیم جان نام خوب چه لایق معلوم میشین. صرف یعنی چند نمره هستین؟ مکتب میخواین؟ خلاص کردین چند نمره خلاص کردین؟ دم آخرا بود. خوب است، هفتم هم خوب است. هفتم میگم، هفتم هیچ کس نمیفهمه، باز خود کسی که هفتم بوده او میگه من نبودم. خو خیلی مشهشون بودیم، او هم خود یک دانه پیش بیاره. نه دیگه، همونطوری میمان. نه دیگه. خب بسیم، از کی؟ از کی بپرسم؟ از ربی جان. خب اما کلانشان رو انتخاب کردی. ولسوالی علی آباد مربوط به کدام ولایت افغانستان می شود؟ یک، دو، کابل، سه، چهار. ولسوالی
5. مزار شریف. یک چراغ دانسرخ و دمتیاستان کم، کابل، مزار شریف، بلخ، خرسیش. اشتباه بود، مربوط به ولایت کندوز میشه. تشویق؟ شما در اصل ای آدم را تشویق میکنیم، برین. بله دیگه. وسیم از کی بپرسا؟ از آرز جان. خارس. چطور سر خدا پایین گرفت دیگه همین من را نگویه. راست زد سر هدف. خب. سومین پارک ملی افغانستان در کدام ولایت است؟ سومین پارک ملی افغانستان. یک. ایراد. دو. سه. مزار. چهار. پنج. جواب. مزار. متاسفانه یک چراغ دانسرخ و دمتیاستان کم در نورستان هست. نورستان واقعا یکی از ولایت خیلی زیبا و سرسبز ما است. کاش که امنیت بیاید که ما بتانیم دمی ولایت هم یک چکر داشته باشیم. چطور باشه؟ بخیر انشاءالله که امنیت بیاید. خیلی ارمان ها دل دارم. ما همچنان. من یکی از ارمان های مهمی هسته که امنیت بیاید تا همی قرقه پیاده برم. نمیره خوش دارم. امیال هم میتونی؟ نه. چرا؟ بچه تا خانه نمیتونم پیاده. خمانده میشی؟ آیانی از لازم امنیت فکر نمی کنم کسی تو نمیفهمی. خب نمیفهمم برعکس میگم با مخاطر. وسیم از کی بپرسا؟ از آریان جان. آریان، برای نخستین بار موزیم ملی افغانستان در کدام قسمت کابل ایجاد شد؟ برای نخستین بار موزیم ملی افغانستان در کدام قسمت کابل ایجاد شد؟ یک، دو، سه، چهار، دارلمان، پنج، آبشار، شش، بس، هفت. یک چراغ دانسرخ دمتیاستان کم در باغ بالا. اولین موزیم ملی افغانستان در باغ بالا بودم. دلم آهنگ سیده بخواهم، چهار باغ بالا، چهار باغ پایین، چنار بلند است. اما نقل میشد. خب چراغ شانسر شد؟ وسیم دیگه بیشک. اما تو دیگه یک، یعنی شش سوال دیگه هم بکن خلاص. از کی؟ از ربی جان. ربی. من از ربی امیر نپرسیم. بپرسین. فضا یکم چینج شد و خاطر از سوال از ایناست، اما من میپرسم. گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. موج دریای نگاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. همچو مهتاب که بر ابر عریر تابد، تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید. اقا وقت میدی که خوب سعی دیگه فکر بکنن. خب این شعر زیبا که آوازخانش فرهاد دریا بود، شاعرش کیست؟ یک، دو، سه، چهار، عکسشان هم دقیقان جای حق شدن شاعر در دمی سال گذاشتم. بس است دیگه، یک چراغ دیگه تانم میتونین گفته؟ یک چراغ دیگه تانم سرخ دمتیاستان کم از استاد حیدری وجودی بودن. خب وسیم خوب دیگه آهنگ هم نتانستیم دیگه، من بخی ناامید هستم. از کی؟ طرف از آریان جان. از کی؟ از آریان جان. راست میگه، در اول قد تیم من شما رویشون رو ضعیف ساختن که بسیار تنبل معلوم میشن، بسیار سست هستن، بسیار ضعیفان عاجز هستن. از کی؟ از آریان. از آریان. خیلی آسان است. رمضان ماه چندم سال هجری قمری به شمار می رود؟ رمضان ماه چندم سال هجری قمری به شمار می رود؟ یک، دو، سه، چهار، یک دو سیر یاد نداری؟ پنج، و یک چراغ دیگه تانم سرخ دمتی هستان کم؟ پنج. نو، ماه نهم. تشویق؟ از این یک تا نور رو گفتن نمیدازیم به پنج ثانیه. مای چندم، مای اول، مای دوم، مای سوم، یک چیز میگفتید خاموشی خودش باخت است. شما بگین مبره جواب اصلی چرا این اتاق تغییر میکنه؟ از تغییر نمیکنه. از کی؟ از آرز جان. هارس. خب نخستین کشورهایی که استقلال افغانستان را بر رسمیت شناختند کدام کشورها بودند؟
دوباره این سوال بخونم. نخستین کشورهایی که استقلال افغانستان را به رسمیت شناختند کدام کشورها بودند؟ روسیه. یک، دو، سه، چهار، پنج کشورها گفتم. دو دانه کشور است. امریکا. یک صحیح بود. یک صحیح دو میشه بگوین خیر است اما که فرصت برتان میتم. برام یک شما گفت صحیح است. صحیح است. پارتو. پارتو. ترکیه بود. روسیه و ترکیه. پیمان دوستی اگر یادتان باشه که پیمان دوستی هم 100 سال شد با غازی امان الله خان که داشته اتاتورک یعنی اونا به رسمیت شناخته بودن. حال شما بگوین از کی بپرسید؟ لولا متوجه باشین یک ذره سخت است. روح الله از شما میپرسم در خب بسیار سخت است بچه توی سوال سخت میارن به خدا. نه دیگه زیادم زیر تاثیر نبرتان. خب در جام جهانی فوتبال سال 2018 کدام تیم ها به فاینال راه یافتند؟ مچاخ فوتبال خوش دارم. لیگ قهرمانان به کدام لیگ؟ جام جهانی است. جام جهانی؟ در سال 2018 در فاینال کدام فاینال کدام تیم؟ آلمان. یک، بگوید. دو، هر تیم سه، آلمان، چهار، پنج. دیگه تمام شد. خب فرانسه و کرواسی بود که فرانسه هم به قهرمان شد. ما به فاینال گفتیم. در فاینال هم دو کشور بودن با دیگه فاینال دو تا میباشه دوازده تیم نه. خیلی چرا سرخ شما هم بگیرین اگر خفه نمیشین. خیر نه که خفه میشه پس حذف کنیم. نه نه به خدا که پاکش میکنیم از تمام تام نیست امیره روشن می باشه. خیره در قائل نه برو خیره یک سرخ باشم. این سوال آسان هیچ تو آمد از کی بپرسم؟ از مسی. خب مسی رفا میگه به آسان جواب داده نمیتونم. مسی جان خیلی میرم جواب نده چون قبلا هم سابقه داره کارت. خیلی آسان است. خب آرامگاه رابعه بلخی در کجاست؟ یک، خدای ممنون خدا جواب بدی. آفرین آفرین در بلخ بگه سعیسه یه در بلخ بگه سعیس آفرین تشویقش بکنی با خود فامیل. آفرین شوخی بکنم. یک جواب درسته که دادن لطفا زیر تاثیر نبرین چون که باز جوابای اشتباه اشتباه میدن باز متردد میشن. آفرین مسی. از کی بپرسم؟ از ربی جان. ربی نام کامل فردوسی چیست؟ ابوالقاسم فردوسی. مکمل؟ گفتم دیگه ابوالقاسم فردوسی. مکمل نگفتن. خب دیگه آل یک بود تبابت خودش فسان طبیب شده. اول که تولد شد مادرش نام از رو ابوالقاسم مانده بود. منم مکمل شده گفتم تداوی رو یاد گرفت اینا باز حکیم شد. در امتیاز گرفت این حکیم ابوالقاسم فردوسی است. عالمی اولاد که از به دنیا برارد دکتر عبدالعنان میگن میمانند که انجینر میشه دکتر میشه نه بخاطر که حکیم یعنی در جمله نامش هست. حکیم از علمش هست. ما تو باز پسان گپ میزنیم یک وقفه میریم فعلا. خب ربی 60 امتیاز با یک چراغ سبز. آریان 50 امتیاز با یک چراغ سبز. حارس 70 امتیاز با دو چراغ سبز. روح الله 60 امتیاز با دو چراغ سبز. وسیم 80 امتیاز با سه چراغ سبز. مسی 80 امتیاز با یک چراغ سبز. باید همی از که بپرسم خوش آمدیم. بالاخره ربی نمی جریان وقفه که شما رفتین قناعت دادیم. با تو برای که من شما را قناعت دادم که اکیم من شما را قناعت دادم که پیشمند من درست میگرفتم سواله اگه شما اجازه میدادین. خب هنوز هم درست گرفتین تشکر. بیاد رو دگم من اصلا این میگرفتم اگر شما اجازه میدادین. بله اینا بعد شوخی است. خدا فاطمه جان هم میفهمه که حکیم پیشمند است.
خب بازار می دادیم. خب روی جان از کی بپرسم؟ از روح الله. روح الله چی قصری خواندن چی بود؟ خب بند برق پلخمری در کدام سال به فعالیت آغاز کرد؟ 1393. آفرین گفته برین. یک گفته برین. 4 2 پایین بیا پایین بیا. 1385 پایین بیا. 1374 نه کم دیگه پایین بگن سنگ میمونم. پایین بیا. 1370 نه کم دیگه ماز بیخی پایین بیا. بیخی پایین بیا. از همین 50 پایین بیا. از همین 40 پایین بیا. از 30 هم پایین بیا. 1325 نه تو هم بسیار شانس دارم. 1320 بود. من از زیاد شانس نمیتونم باز یک چراغتان سرخ در امتیازتان کم سر ببخشیم دیگه ریمم نمیشه که بگویم. روی جان از کی بپرسم؟ از مسی جان. چرا بستی من نمیگین؟ چرا بستی؟ جواب میته مسی جان. بله. تعداد سوره های مکی زیاد است یا مدنی؟ اول چی بود؟ مکی؟ مکی؟ مکی زیاد. آفرین. آفرین. از کی؟ از آرز جان. سعی کنیم یک نفر انتخاب کنیم که جواب دادن اتانا. آرز. نخستین فابریکه پروسس کشمش در شهرک صنعتی کدام ولایت به بهره برداری سپرده شد؟ قندار. یک. ایراد. دو. بلخ. سه. چهار. پنج. کدامش؟ ایراد. آفری. مرتون. آفری. گفت که در کدامش رسید بفهمید از این جواب یک شتمی هست. از کی بپرسم؟ وسیم. وسیم. من آرمان دل فاطمه را وسیم دیگه آرس. بینی من را نبری. در بشنوید. در رتبه بندی اعتبار پاسپورت کشورها کدام کشور با اعتبارترین پاسپورت جهان را در 2021 داشته است؟ امریکا. یک. بگوین. دو. روسیه. بگوین. ترکیه. بگوین. چهار. بگوین. پنج. انگلستان. کانادا. اینا رو گفته بریم نگه کل نقشه را بر پیشونی جان. نقشه را بر یه بیتی کل کتابانی هم شاید پیدا کنی. ژاپن بود. خیر باشه شما در دیگر تا چراغ سرخ نگیرین اما اینجا بگیرین لطفا در امتیازتان کردین. آفرین. کسی که هیچ کس از جرات نمیکرد سوال بپرسه چراغ سرخ دارین. از کی بپرسن؟ روح الله. روح الله از برنامه حذف نشین. خدا کنه که با ما باشین تا آخر اگر نه تنها دق میارین. من از شما میپرسم سوال ساده است. احمد شاه بابا چند بار به طرف هند و شرق لشکر کشی کرد؟ دو بار. بگوین. یک. یک بار. بگوین. سه بار. بگوین. چهار بار. سه. چهار. پنج بار. پنج. چند بار بالاخره؟ سه بار. سه بار. هفت بار بود. خیلی. در دیگه اصلای زندگی انشاءالله خوش شانس باشین. اینجا شاید شانس هست شده باشین از برنامه. از کی؟ مسیح. مسیح؟ مسیح. واحد پولی انگلستان چیست؟ پوند. آفرین. بکرم. بشک. مسیح نو یخوش او شده. نو دیگه مود. کل حرکت های مره پس اثر میروشون شاد کت نشد سر ما تو وقت. آفرین. خب از کی مسیح؟ این رو بریم. آریان جا. آریان. توماس ادیسون مخترع معروف از کدام کشور بود؟ یک. دو. اون نام کشورها رو یاد نداری. سه. چهار. کشورها. هندوستان. پنج. شما هم از برنامه حذف شدین. اشتباه بود. از ایالات متحده آمریکا. تشویق. نام گرفته بریم ببینیم ما مساوی شد. مساوی شد فعلا. از کی؟ از ربی جان. ربی. مرچون بگم خدا که نهی سوال نفهمی. حکومت غزنویان توسط کدام سلسله کاملا از بین رفت؟
حکومت غزنویان توسط کدام سلسله کاملا از بین رفت؟ عثمانیان. یک، دو، سه، چهار، پنج. دیگه سلسله بود. شدین از برنامه. تشویق. تمام. توسط غوریان. آفرین. یک سلسله خونه بود، چه سلسله ها بود؟ مستی دیگه یک نفر مانده از هارش؟ دست هم مانده دیگه مورو بسن. خب خیلی سوال آسان است. آسان آمده خب؟ امیدوار هستم که نتنی جواب بدیم. من آمده اشکابات یا اشقابات پایتخت کدام کشور است؟ کابل. یک اشقابات. دو کابل سه این سوال پس دوباره بکنم. اشقابات پایتخت کدام کشور است؟ چهار ایراد. پنج مزار. شما یک چراغ تمسخ میشه در تیاستان کم میشه. میگم از کدام کشور است، نگفتیم از کدام ولایت است. ترکمنستان. ترکمنستان. ای بینه اشکم از آسان از نظر شان تری میتیاستم نویم. از کی؟ از امینا؟ بله. حارس؟ حارس این دفعه دیگه بکنیم. چطور هستی؟ خوب هستیم. خب کدام کشورها سه بار قهرمان فوتبال جام ملت‌های اروپا شدند؟ اسپانیا، امریکا، سه، چهار، پنج. کشورها. یک کشور اخو اونا اسپانیا گفتن، شما اسپانیا گفتین. دیگه کشور اگه بگی من جواب تا درست میگم، در غیر صورت اشتباه میگیرم. یک، امریکا، سه، فرانسه، پنج. اونا باشه نقل دادن. چرا اسپانیا گفتن؟ اسپانیا درست است. اسپانیا گفتین نقل نکنین. چرا تو میکنین؟ مجبور میکنین که ما در برنامه جدی شویم، مجبور میکنین که ما سوال چیز بکنیم. اگر نی امیر ما صحیح میگرفتیم، اما شما نباید نقل بدین. با این حرکاتایت من سوال صحیح نمیگیرم. سوال دیگر ازت میخوام. حال کجاست دایرکتر امشاد ما رو بگیرین یک دفعه؟ یعنی کارا رو کدر اسم در نداردم من. هیچ کس من رو نمیگیره. اولین جلسه شورای امنیت سازمان ملل در کدام سال برگزار گردید؟ اولین جلسه در کدام کشور برگزار گردید؟ اولین جلسه شورای امنیت سازمان ملل در کدام کشور برگزار گردید؟ یک، ژاپن. سه بگوین. چهار، در کدام کشور بود؟ ژاپن. تنها ژاپن. آمریکا. سایز. آفرین. یک چانس برتان میتیم. آمریکا سایز، ژاپن نه، آمریکا سایز. چرا ژاپن رو خواهیم گرفتیم؟ تان فرصت میتیم، اما این که شما پس میکنین نقل میتین بگ دیگه تان ما را مجبور میسازین که سوال های سختر و جدیتر روز بگو قدرم جدی نگیرین بعد ما را خنده کنین. نه خنده میکنین. خب اینا خنده بگیره که را عرض کنیم از که بپرسیم. این وسیمه. وسیمه؟ وسیم جان از شما میپرسم. خب آماده باشیم. خیلی سوال آسان است. خب دقت داشته باش سوال بگیریم. مثلث برمودا که در ناحیه غربی اقیانوس اطلس شمالی موقعیت دارد به کدام لقب یاد می شود؟ مثلث برمودا. مثلث بردا. سکرین از آسمان هر چیزی شو از اوج ناپدید میشه. اگر از دریا شو ناپدید دو. میشه. نامش فامیده مکمم. سه و فامیده. چهار به کدام لقب یاد می شود؟ پنج. نشنی؟ حتی خاموش موندن. ای مثلث شیطانی است. خیر. خیر است. یک چراغ سوق ده امتیاز کم. ببخشید دیگه رویم هم نمیشه. خب. از کی بپرسو؟ بازم وسیم. وسیم سوال خیلی آسان است. بسیار خیلی آسان است. نه خیلی نیست. بسیار آسان است. خب. بسیار آسان است واقعا. بی بی عایشه رضی الله تعالی عنه چندمین همسر پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود؟ اولین. یک. دوم. دو. سه. سوم. چهار. چهارم. پنج. نه دیگه چهارم نرو. کدامش؟ نه چرا چهارم نرو؟ دارن چهارم ها؟ چندمیشان؟ سوم. بای کارتان چی کنم با تو محمد؟ من چی گفتم؟ شما اجازه ندادن که از سه بالا برن چهارم انتخاب کنن. یعنی یک، دو، سه. میتونه زمان دو یا سه یک رو انتخاب کنن. چهارم هم گفتن. میموندین که تا پنج ثانیه تا ده تا اینا میگفتن. اما ما آقای که سیوم انتخاب کردین برنده هستین. کف بزنین باشین.
میخوای هر کاری بکنی تا ما نتونیم این برنامه رو ببریم. نه، هدف از این است که اونا جواب داده میرن، شما اگه خاموش باشین خوب است. آ نه نه، برو بالا اینطوری اگه نکنی خوب نشه. خب که قبلا این روال برنامه بود که ما بعد یک ذره همکاری داشته باشیم امرایشان. قبلا در سوالای قبلی هم حتی خودت همکاری می داشته باشین، نه میگفتین بالا یا پایین. از کی؟ از هارس. هارس، سبکترین فلز موجود در طبیعت کدام است؟ سبکترین فلز موجود در طبیعت کدام است؟ یک، دو، سه، هارمونیوم، چهار، پنج. دم پیاز کم و یک چراغ دیگه تانم سرخ که شما هم هست میشین، لیتیوم هست. وسیم خودت ماندی و مسیح. مسیح هم که سه چراغش سبز است. به نظر دمی مسیح زیاد جواب داد. چه رقم که مسیح اول زیر تاثیر رفته بود یک ذره، بچه لایق معلوم میشه، اما یک ذره گک تحت تاثیر کمره و ما و شما و اشراق کننده ها قرار گرفته. خب بعدن کم کم دیگه لیاقتش معلوم شد. اجازه میدین مثلا تیم شما بیاییم و بپرسم؟ آن دیگه راحت باشین. از کی بپرسم؟ از خودتان یا از اونا؟ از مسیح بپرسم. مسیح جان؟ بله. جواب از اینا رو راستی دادین فاطمه جان؟ بله، لیتیوم گفت. خب نخستین مسیح جان گوش دارین؟ بله. نخستین سرود ملی افغانستان در زمان کدام پادشاه ساخته شد؟ نخستین سرود ملی یک، پادشاهی، دو، سه، امیر، چهار، پنج. آل دیگه حق وسیم ضایع میشه اگر واقعا مراحت شود، چون خیلی با زحمت تا اینجا آمدن. امیر امان الله خان. این در دلش بوده. شما دوام بتون خدا بودم. خب تیمتان هست، باز من کدام قضاوت بد نکنم. نه، آل راحت باشین. خب وسیم، از خودت یا از مسیح؟ از مسیح. مسیح، نام اصلی گوگوش چیست؟ آوازخوان بسیار معروف، مشهور و محبوب کشور ایران است. نام مکملش چیست؟ نام اصلیش؟ سهیلا. یک، دو، سه، بسیار نام چهار، مریم. پنج. متاسفانه یک چراغ دیگه تانم تو خودم تیاستان کم. فایقه آتشین. خب از کی بپرسم هستیم؟ از مسیح. یعنی یک گفت بسیار سیدنی ها؟ مردار یک گفت بسیار میتوند؟ خب مسیح جان؟ بله. ولسوالی ارغنداب مربوط به کدام ولایت است؟ ارغنداب؟ یک، دو، بغلان، سه، چهار، کندوز، پنج، قندهار. شما عصف هستید متاسفانه از برنامه و امید چک چک کردم را یکم بیشتر کنین، چرا که وسیم تونست 5000 افغانی را برنده شوند و راه پیدا کنم به مرحله نهایی. تشکر از دیگر دوستایی که اشتراک کردن و امی که آمدین اشتراک کردین، قابل قدر است. حالا که در مجموع همه یکی تار برنده هستین که امو استعداد و جرأت به خود دادین که بیاین اشتراک داشته باشین. خب وسیم جان، 5000 افغانی دیگر نوشک جانت. تشکری میکنیم باز هم از حامیان برنامه، هر یک کریم دندان مردنت. اگر میخواین لبخند زیبا داشته باشین از کریم دندان های کامل مردنت استفاده بکنین. و ما هم تشکری میکنیم از حامی مالی برنامه، استنگ انرژی درینک، جرقه از زندگی و نوشابه میرندا تولید افغانستان. از این نوشابه خوشا وقت افطار، اگر بانین دلتان باغ باغ میشه تم افطار کنین، یک دانیشه که سر بکشین چی گرمی های روز فراموش بگیرم. میشم یا خودتان هم سر بکشین، ما ببینیم چه قیق انرژی میگیریم. ما زیاد نوشیدم با اون خاطر. جدی؟ خب خب میریم سراغ یک وقفه بسیار کوتاه و بعد از وقفه مرحله آخر با وسیم میداشته باشیم. ربی با سه چراغ سرخ هست، آریان با سه چراغ سرخ حذف، حارس با سه چراغ سرخ حذف، روح الله با سه چراغ سرخ حذف، وسیم 70 امتیاز با یک چراغ سبز، مسی با سه چراغ سرخ حذف.
با آخرین مرحله ای هستی بپرسم خوش آمدین. وسیم مانده و 10,000 افغانی پول نقد مانده و بخت و اقبالشان که ببرن. وسیم جان، من اگم تالت هم خیلی نام خدا خوب است، تالت بلند دارین، در پروش خود لیاقت استعداد هم هست، اما چانس هم بیشتری وقتا میتونه تاثیر خدا داشته باشه. وسیم خوب درخشیدنم واقعا در چند جای. و از نظر وسیم از بین 5 نفر کیا خوب بودن در نظرتان؟ آرس خوب بود، مسیح هم خوب بود، هم تیمی ما. از تیم شما در اول هم خوب بود مسیح؟ یا وزیر تاثیر رفته؟ اول دیگه زنه واقعا کمنا تاثیر خدا داره، بسار مشکل است. راست میگین، راست میگین. خب شما 5,000 افغانی را با حذف کردن 5 نفر به دست آوردین، حالا 10,000 دیگر را با جواب دادن 7 سوال دیگه به دست میارین. سوال اول به ارزش 1,000 افغانی است، 4 جواب داره. شما یک شای انتخاب میکنین، 1,000 را میبرین. اگر جوابتان درست بود، اگر اشتباه بود سوال بعدی هم 1,000 است، اگر باز اشتباه بود سوال بعد تر از هم 1,000 است، بالا نمیره نرخ تا ای که جواب درست ندین. بله، سوال ما براتون میخونم، 4 جواب است، بسیار آسان، میتونید که انتخاب بکنین، دقت داشته باشین و 5 ثانیه فقط فرصت دارین. درست است؟ موزیم ملی کشور ما در کدام سال تأسیس شد؟ الف در سال 1297 خورشیدی، ب در سال 1298 خورشیدی، جیم در سال 1299 خورشیدی و دال در سال 1300 خورشیدی. یک جواب را یک بار میشه؟ 1297، 1298، 1299 و 1300. یک 1298. دو، سه، چهار، مطمئن هستین؟ 5. قفل شود؟ قفل. گزینه ب 1298 خورشیدی را قفل کردن. یک چراغ سبزی که داشتین همون تو سازمان 1,000 هم برنده شدین، 6,000 شد پولتان. آفرین، خیلی خوب بودین. توکلی گفتین نه؟ میفهم، چون ما هم همین رقمی 4 جواب ها کلش حل کردیم، دانشگاه هم تمام کردیم. شوخی میکنم، ولی اکرام که حتما آشنا بود برتان، سال اینا به ذهنتان آمد. خب سوال بعدی به ارزش 1,500 افغانی است، این هم 4 جواب داره که من میپرسم. آماده هستین؟ جنگ میوند در کدام سال میلادی به وقوع پیوست؟ الف 1881، ب 1878، جیم 1880، دال 1879. 1880. 1880. قفل شد؟ یک، دو، سه، چهار، 5. تمام. والا بیشک، آفرین. آفرین. کل شما 7,500 افغانی شد. سوال بعدی به ارزش 2,000 افغانی است، 2 جواب داره. دو گزینه داره که یک چون خواب میکنین. و امیدوار هستم بتونین جواب بده. جلال الدین محمد اکبر چند سال در هند سلطنت کرد؟ الف 45 سال، ب 50 سال. یک، الف، دو، 45 سال، سه، چهار، 5. قفل شبه؟ قفل. 100%؟ و متاسفانه که اشتباه بود، جواب درست ب 50 سال، که یک چراغ سبز تان که باقی مانده بود سرخ میشه. پول شما 7,500 افغانی است، امتیازتان هم بد نیست، 80 است، میتونین چراغ بخرین. امتیاز کسایی که دارن حق خریدن چراغ را دارن. چراغ میخرین که به ارزش 2,000 افغانی سوال دو جوابی دیگر را بپرسم، اما چراغ 1,500 افغانی. درست است، میخرین. خوبش، کف دارین برشان یک چراغ سبز بتین. از 7,500 که 1,500 منف شد و 6,000 افغانی شما پول دارین و چراغ سبز دارین، شانس دارین که این 2,000 افغانی رو جواب بده. یک ذره چنه بزنین، یک ذره کش رو گیر کنین، یک ذره دفتر قبول کردین. در اینجا شما فقط 500 افغانی فایده میکنین اگر بتونین جواب بدین. مشکل نیست، این را اجازه شد دارین. ببینین سوال ساده است، دو جواب است. اجازه شد دارین اما چنه بزنین و
مثلا نظر و پیشنهاد خودتان بتین، درست است؟ باز یک گپ دیگه هم هست، اگر اینا جواب درست بتن به سوالایی که ارزش زیاد داره چراغ دارن. دقیقا میتونم هست، اما در مجموع چه نظران هم میتونن داشته باشن در برنامه. خب فاطمه جان میپرسن، خب هتلر در کدام سال یک پارچگی اتریش و آلمان را اعلام کرد؟ الف در سال 1938 میلادی، ب در سال 1937 میلادی. یک، دو، ب، سه، من تپش قلب و صدایش کشده میدیم. پنج، ب، ب درست. خفل شوه؟ خفل شوه. و متاسفانه که جواب شما اشتباه هست، گزینه الف 1938 میلادی درست بود. یک چراغ دیگه تانم و شمی تشویق به خاطر چی هست؟ تشویق با ما را تشویق میکنم که پس چه کم کده میریم. خب بیاین یک دیلی کلان کنیم، میکنین معامله میکنین چون اما سوال بعدی که سوال پنجمه و مرحله آخر است یک جواب است. در اول گفته باشم باید از پیش خودتان جواب بتین. 6000 افغانی دارین؟ 3000 چراغ بخرین، ما برزش 5000 افغانی از شما سوال میپرسیم. میتونین هم توقف بدین، تصمیم به دست شما هست. بزور نیست، بزور نیست، میتونین که همینجا بگین بس است، من دیگه پیش نمیبرم، اما 6000 افغانی تانه میتونین بگیرین با خودتان. خب بس از خیلی توقف میتونین، یعنی این شرایط برنامه است، ما شوقی نزاخته باشیم. نه نه نه. خب میدانین که 11000 بسازین این پول تانه، نه 8000 هستی، 3000 چرا بخریم، 5000 هم سوال جواب بتیم. تصمیم دست خودتان یا نمیخواییم؟ نه نمیخواییم. مبارکتان باشه. نمیخواییم، من فکر میکنم باید تا آخر پیش برن امرای ما. خب خیر، باید نمیخواییم که تصمیم دست خودتان هست. 6000 افغانی مبارکتان باشه. چی رقم بود پروسه از نظرتان؟ شفاف بود؟ بله خوب پروسه بوده. خب کدام سوالا را توکلی جواب دادیم؟ کلش غیر از مرحله اول. مرحله اول خب ممکن فهمیده باشین کلش. یک بعضی شد توکلی دیگه شد مونه چیزش همه فهمیدیم. مگم سوال خوب تاله دارد دی؟ چانس شم خیلی خوب است. من این سوال به خاطر عزیز از وسیم جان پرسیدم تا با بیننده عزیز شریک کنم. شمایی که میخواین در برنامه اشتراک کنین فکر نکنین که تا کجا مکتب خواندین، چقدر تحصیلات دارین، فقط به جرات خود فکر کنین، با معلومات عمومی خود فکر کنین که چقدر معلومات عمومی دارین و سن و سال هم تقریبا مهم نیست که شما حتما باید 18 باشین، میشه که نابغه باشین، 14 ساله باشین و بتانین که تمامش جواب داده بتانین. میتونین بین در برنامه اشتراک کنین، از یک نفر تا 6 نفر تیم میتونن باشن بین در برنامه اشتراک کنن و تکتاز برنده شوند 5 تا 15000 افغانی. بله دقیقا، و همچنان میتونین با فامیلتان، با اعضای فامیلتان یک جای بین اشتراک داشته باشین، با پدرجان، مادرجان، خواهر، برادر یا با دوستایتان میتونین بیاین اشتراک داشته باشین، از سنفیایتان، از همسایگیتان، در مجموع میتونین با هر کسی که دوست داشته باشین، حتی همکارتان بیاین و در برنامه هست که بپرسم اشتراک داشته باشین. پل ارتباطی بین ما و شما همین شماره تماس هست که روی اسکرین ها همین لحظه تماشا میکنین و میتونین که بیننده باشین، و اگر برنامه را ندیدین از ابتدا یا در وسطش آمدین یا در آخرش آمدین همین لحظه پیوستین، سری بزنین به یوتیوب برنامه و میتونین که برنامه را از اول تا آخر با دل جمع نگاه بکنین و معلومات کافی پیدا بکنین. برنامه روالش چه قسم است، چه قسم پیش برده میشه، سوالات چگونه است، خیلی میتونه شما را آسان و میتونه که شما را راه درست نشان بده که وقتی به برنامه اشتراک کردین چی کارا را انجام بدین. بسیار تشکر از معلومات و امید که فاطمه جان ارائه کردین، و بازم تشکر از اشتراک دادن وسیم جان و مبارکتون باشه 6000 افغانی. حالا تشویقشان بکنید. این بود برنامه امشب ما که خدمتتون بودیم. تا شب های دیگر، الله متعال نگهدار. خدا نگهدار.